عالم هنر هر کسی که در کار هنری فعالیتی میکنه به واسطه کار هنریش دیده میشه، چهره میشه، همه میشناسنش، تو ذهن مردم میمونه. بعضی از آدم ها اصلا انقدر شیرینن، انقدر دوست داشتنین، انقدر کارشون رو بلدن که با هر گروهی که کار کردن در هر حوزه‌ای بودن ماندگار بودن. حالا یه وقت پشت صحنه بودن، یه وقت در مقام کارگردان بودن، در مقام معلم بودن، یه موقعی بعد از این کار اومدن جلوی دوربین به عنوان مجری، بازیگر، نویسنده، همه چی تموم، مسعود فروتن، عزیز دل. اختیار داری، من خوشحالم که کوچ کردم اومدم این ور دوربین. عزیزم. قبلا من یه اسم سرشناس بودم. میگم بانک مثلا چه کنیم؟ میگم ای آقای فروتن سریال فلان. بعد حالا میبینم تو خیابون میگه ای مجریه، دیدی به چی میگن، ای بازیگره. میدونی اینجوری شما یه استادی به لحاظ تجربه تحصیلاتت و کاری که بلدی و اینکه قابو میشناسی، قاب درست توی عکاسی خیلی مهمه و اینکه قابو میشناسی، سلیقه داری، خیلی درجه یکی. ببین حسین رفیع، یاد بگیر که همیشه سلیقه از خودت شروع کنی. تو موجودی هستی که انسانی هستی که جلوی دوربین هستی، مردم میبیننت، پس باید همیشه ترتمیز باشی، همیشه باید خوش رنگ بپوشی، رنگا رو مراعات کنی، چی با چی میاد، چی ست میشه، بعد بیرون که هستی همیشه بوی خوش بدی، چون روی خوش و بوی خوشی که مردم از تو ذهن نگه میدارن، اینا رو ملاحظه بکنی، بهر خودت هم که موجه دوست داشتنی هستی دیگه، این ملاحظات باعث میشه که بیشتر دوست داشته. این کافه ماست و اومدیم اینجا یه پذیرایی مختصری بشیم. این فولکس قدیمی هست نه؟ ولی یه ماشین قدیمیه که ما هم به این تغییر کاربری دادیم. قهوه میل داری؟ دمنوش میل داری؟ میوه چی؟ نه هم دمنوشی که آماده است تو. حتما. یه خبر خوب آوردم براتون و اونم برای طرفدارای برنامه مدار بسته است. خیلی از شما گفتید آقا چرا کانال ندارید توی پیام‌رسان بله؟ ما یه کانال توی پیام‌رسان بله داریم و اگر دوست داشته باشین قسمت‌های برنامه رو ببینید، خبرهای برنامه رو بشنوید، بعضی از قسمت‌هایی که ندیدین یا بامزه‌هاشو ببینید، میتونید عضو این کانال بشید. چطوری؟ 202 رو به 1058-82 برای ما پیامک کنید، به همین سادگی عضو کانال بله و برنامه مدار بسته بشید. نمیدونید که چقدر خوشحالم که الان در روبروی شما نشستم. بعد از مدت‌ها دارم میبینمتون. البته بی ادبی منه ببخشید که در مقابل شما نشستم. من بعد ایستاده این بخش رو اجرا می‌کردم. می‌خوای با هم ایستاده برنامه نشستم؟ نه شما بعد بشین. خب آخرین بار توی برنامه خانواده با هم بودیم نه؟ توی برنامه خانواده با هم بودیم. افتخار اینو داشتم من توی برنامه که شما مجری بودین، من یه روز مهمان شما بودم. آره. تمام کسانی که در صدا و سیما کار کردن و هر تهیه کننده‌ای که یا مدیر گروهی که می‌خواست یه کار فاخر تولید کنه میگفت مسعود فروتن بیاد. چی شد کارگردانی و بعد دیگر هیچ؟ ببین حسین رفیع، من از سال 51 دارم کارگردانی تلویزیونی انجام میدم. خب بعد خب اون موقع که شروع کردیم به کار، یک کار مثلا میرفتیم آفیش میکردن مصاحبه دو نفره یا برنامه خانواده. بعد من وقتی رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک، اونجا جب به حاکم دانشکده تئاتر بود و من شاهد تمرین دکتر خسروی، رکن دین خسروی بودم، داشت تمرین میکرد برای کاری و من پیشنهاد دادم که منو پیشنهاد بدین بیام کارگردانی تلویزیونی کار باشم. بعد خب با ترس و لرز، چون مثلا کار تئاتر نکرده بودم اون موقع، اون رفت به واحد نمایش که اون موقع داوود رشیدی رئیس واحد نمایش بود، پیشنهاد داد که این دانشجوی ما هست و چون سر کلاس هست هر روز میتونه بیاد تمرین ببینه این کار بکنه. اونجا وقتی که اون کار انجام شد، آقای خسروی میگفت من نمیتونستم به تو بگم چی میخوام، چه تصویری میخوام، ولی تو همون تصویرهایی رو نشون دادی که من دلم میخواست و این بهترین جایزه بود که من اون سال گرفتم و این باعث شد که من تکلیفم معلوم شد. یعنی من عاشق تئاتر و کار تصویری و سریال و اینا هستم. و جان سوالت، تولد تئاتر در اون دوره همین اتفاق بود درسته؟ تقریبا. البته اینو خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه تلویزیون ملی ایران را بیفته، یه تلویزیون ایران داشتیم که الان جاش تو همون خیابون الوند که ساختمون شبکه دو هست، اونجا تلویزیون ایران بود، از سال 37 داشت کار میکرد. اونجا یکی از برنامه‌های تئاتری که داشت تئاتر زنده بود، یعنی چهار شنبه ها بازیگرای اداره تئاتر، چهار تا تیم بودن، اینا آماده میکرد
کردن خودشونو. چهارشنبه ها می اومدن توی تلویزیون ایران اون موقع تئاتر زنده اجرا می کردن، نه برای همین هیچ سندی از اون تئاتر نیست، ولی نصیریان کار کرده، مشاخی کار کرده، آقای انتظامی کار کرده، والیکا، همه اینا کار کردن، چون بعدم کارمند در تئاتر بودن. بعد اونا نمایش آماده میکردن، هر هفته میرسوندن، ما میدونستیم که چهارشنبه قراره که تئاتر پخش بشه. به نوعی تله تئاتر بود ولی زنده بود. یه بار یادم حسین رفیع من یه جشن تئاتر بود برای روز تئاتر، بعد دعوت کرده بودن، ما رفته بودیم، از من خواستن که بیام رو صحنه لوح تقدیر خانم هما روستا رو بهش بدم. بالیدنی بود کار بر من. رفتم رو صحنه، دیدم همه اونا که تو سالن نشستن جلوی دوربینای من بودن. ای جان، من با همه کار کردم، همه. چه حس خوبیه. خیلی خیلی، یعنی و به جوانترها، میدونی هنوز من وقتی تو تئاتر صحنه هست کار جوانترها رو میرم، حتی میبینم، برای اینکه جوانترهای ما الان تئاتر رو دارن نه با یه چراغ، دارن با 40 چراغ زنده نگه میدارن. تو کافیه که اصلا بری اون محدوده‌ای که تئاتر هست، به تئاتر شهر و خیابون نفل شاتو و تئاتر شهرزاد، اینو میبینی چقدر جوان هستن و دارن میرن تئاتر ببینن و اینا هنرمندای بعدی ما هستن. بعد میرسیم به سوال تو که چرا؟ خب ببین، تو هر کاری، تو هنرمند نقاشی حسین رفیعی به جز این که کار میکنی، آره، شاگرد، ولی شما اختیار داریم، یه زمانی میرسه که فکر میکنی یه دیگه بهتر از این نمیتونم کار کنم. خود آدم باید بفهمه که کی زمان بهترینشه، کی زمان اوجشه و اونجا کار نکنه. یعنی امضای پای تابلو رو بزنی و تمام. تموم شد، من دیگه این کارو نمی‌کنم، میرم سراغ یه کار دیگه. کمون که من دیگه کارگردان تلویزیونی نمی‌کنم، ولی کنار نکشیدم از کار. تجربه سال‌های سال پشت دوربین بودن رو آوردم جلوی دوربین، دارم برنامه اجرا می‌کنم. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، امیدوارم که باشین. امیدوارم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، از کرد و ترک و لور تا فارس و بلوچ و عرب، از عرس تا خارک، از قصر شیرین تا هامون، شاد باشین و سرفراز در زیر این پرچم سرنگ. آمین. با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. فرق کارگردان هنری، بله، با کارگردان تلویزیونی. یک کارگردان هنری مسئولیت هنر کار رو به عهده داره. کارگردان تلویزیونی کارگردانی که تلویزیون رو مصرف میکنه، یعنی نور با اونه، صدا با اونه، گرین با اونه، بعد حرکت بازیگرا با اونه که چه لحظه چه حرکتی رو بگیره، داشته باشه، کلوزآپ بشه، لانگ شات بشه، معرفی صحنه باشه. ببین الان من یه مثال بزنم براتون، شما دارید فوتبال نگاه میکنی، خب بعد لحظه پنالتیه، اون که دیگه بعدا مونتاژ نمی‌کنه، در لحظه می‌زنن. کارگردان تلویزیونی یه لحظه دروازه‌بان می‌گیره، یه لحظه مربیشو می‌گیره، یه لحظه مربی رو به رو می‌گیره، بعد کسی که می‌خواد گلو بزنه رو می‌گیره، بعد تماشاگر داره. خوش سناریو درست. آره، همه اینا رو با داشته باشه که در لحظه مثل یه پیانیست که می‌دونه چه نوتی رو باید بزنه، اون می‌دونه که کدوم دکمه رو باید بزنه که یهو گل میشه، همه جیغ می‌کشن، بعد گل نمیشه، همه آه می‌کشن. همه اینا رو یه کارگردان تلویزیونی بلد با فوتبال من باید بلد بشه. من هنگت فوتبال کار نکردم، سویچ فوتبال هیچ وقت نه 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 نه، برای اینکه من تماشاش خوبی برای فوتبال نبوده، بعد این چیزم یاد گرفتم البته که کجا پنالتی میشه، کجا برم آوت میشه. من میدونی چرا کار نمی کنم؟ نه واقعا نمیدونم، برای اینکه گفتم که بهترین کارمو انجام دادم. بر اون که 100 درصد دیگه نمیتونم برم سلطان شبان کار کنم. من تو سال 62 ما اون کار کردیم، خب، و دیگه نمیتونم برم برای بیامون کار بکنم، 4 ما اونجا باشم. بعد خودخواهی نباشه، بعد من از آدمایی هستم که چشم دیدن همه رو دارم، حسین، خیلی مهم. و الان فکر میکنم که موقعیه که جوونا باید کار کنن،
باید آزمون خطا کنن، باید برن یاد بگیرن، باید بگن حتی از ما یاد بگیرن، بپرسن آقا من این کارو بکنم اونجا درسته یا نه. این الان نوبت اوناست. ما با آزمون خطا یاد گرفتیم، میدونی تلویزیون وقتی که ما اومدیم توی تلویزیون موجود جوانی بود که ما تجربه کنیم. حالا برای این جوان ها باز هم تلویزیون جوونه، چون هی داره اضافه میشه به تکنولوژی، بعد اینا باید یاد بگیرن و باید آزمون خطا کنن، باید کار کنن دیگه. خیلی خودخواهی من تو این سن و سال با 50 سال سابقه کار تو تلویزیون میگم که من میخوام برم تو آد کار کنم. نه، پیشنهاد آدم بشه میگم کار نمی کنم. کودکی شما چقدر نقش داشت به علاقمندی شما به عرصه هنر، سینما، تلویزیون؟ ببین اصلا کودکی ما نه تلویزیونی بود. من یه قصه نوشتم توی کتابم چطور شد رادیو اومد خونه. یه روز خونه بودیم، من دیدم پدر اومد از در تو و یک آقایی که پیش خدمت اداره بود یه جعبه بغلش اومد تو. ما تو مامان فوری چادرش کشید سرش رو تلمله کردن و گفت خانم یه تاخچه رو خالی کن. مامان تری رفت آینه رو برداشت. وقت خونه تاخچه داشت، یاد میاد تاخچه؟ بله، همه خونه ها داشت. داشت. بعد یه تاخچه رو خالی کردن و این جعبه رو که گذاشتن اونجا ما روش رو دیدیم. تازه دیدم که یه جعبه یه چوبیه که یه تیکه مثل پارچه چسبیده به اون، بعد کنارش یه شیشه هست که روش چیزی نوشته. من سواد نداشتم، اگه داشتم موقع نمیفهمیدم چیه بود. بعد یه چهار تا دگمه داشت، بعد یه سیم دراز پشتش بود که پدر این پرسید از خواهرم که ساعت چنده. گفت 5 بعد از ظهر. گفت برق اومده، چون شهرستانا برق از سر ساعتی میومد تا 12 تا 10 میرفت. نمی برق زدن با تاریکی هوا میومد و بعدم تموم میشه. آره، نه ساعت 10 شب من یادمه که دو سه تا چراغ لامپا تو خونه بود که قبل از در روشن میکردن که اگه برق رفت به تاریکی نخوریم. بعد هیچی، پدر این، من همیشه یادمه که خونه ها اون وقتا این کلیدی بود که برق روشن میکردن بالاتر از قد ما بود که بچه ها دستشون نرسه. کنارش هم یه دگمه اندازه همون چیزه بود ولی دوتا سوراخ داشت. مثل اون چیه؟ با یکی روشن میکردن ولی اون یکی نمیدونم چیه. بعد اون پدر بعدش سیم ادامه رادیو رو بس کرد به اون کلیده، بعد رادیو روشن تقید صدا کرد. تقید صدا کرد، بعد گفتن که صبر کنی باید گرم شه. یه لامپی بود اونجا که ایوجاج داشت و بعد یه خط صبر شد، بابا گفت گرم شد. بعد صدا رو زیاد کردن، دیدن که یه ایوجاج و یه صاوی در چرخون پدفت یه جایی صدا صاف شد، موسیقی ایرانی. پدر گفت این که رادیو خودمونه. خب بعد یه 5 دقیقه بعد همه همجوری مبهوت به این جعبه نگاه کردیم که چطور از کجا میاد، چطور ممکنه؟ و یا یه خانمی گفتش که اینجا تهران است یا یه ایران. من یه گفتم اینجا تهران است که دماوند. ما دماوند بودیم. همه به من خندیدن، به کسی به من توضیح نداد که اینجا خب اینجوریه. همیشه با یک شک و تردید به این دستگاه نگاه میکردم صدا از کجا میاد، اونا کجا تو این جعبن. یه خواهر بزرگتری داشتم از من که معمولا دیدی یه سن و سالی بچه ها دنبال جن و پری و دیو و اینا هستن. بعد من گفتم این صدا از کجا میاد هورا؟ گفتش که جنایی هستن که میان آدم ها رو کوچیک میکنن، میبرن تو اون دستگاه میزن اونا حرف میزنن. گفتم از کجا آدم ها رو پیدا میکنن؟ گفت بچه بدا رو اونا پیدا میکنن و بعد فوت میکنن تا بچه قدیم میشن و میرن اون تو میزنن میخونن پلا مهمان. و من تعمیم کردم بچه خوبی باشم که نهیم اون هرچی این خواهری میگم من گوش میکردم که بچه بعدی نباشم که جن منو بفرست تو رادیو. بعد یه روز تابستون با 6 ماه گذشته بود از ماجرا، پدر توی ایوان بود، برادر بزرگترم گفت اون رادیو رو بیار پشتش رو فوت کنیم که خاکش بره. آوردن پشت، باز کردن رادیو رو، هیچی توش نیست. توش نبود جز یه سری لامپ و سیمات و حرفا. من برگشتم به هورا گفتم پس آدم کوچیکا کو؟ ببین این بدجنس هم برگشت گفت بابا این خیال میکنه آدم کوچیکا اون تو حرف میزنن برای ما. بعد همه خندیدن، کسی من توضیح نداد. این اولین برخورد من با این ماجرای یعنی به نوعی هنر، یعنی دیگه کم کم رادیو شبای ما رو پر کرد و هر شب میشستیم پای رادیو. مثل اینکه در خونه شما شلوغه، نکنه خدا اینا کرده پدرت مرده. چی شده؟ کی مرده؟ آقای این تلویزیون خریده، نگاش کن. جونم یه ما هم تلویزیون دار شده. هیچ که دمتون رو نمیدن بیاید تلویزیون تماشا کنید. مرتضی ما هم تماشا کنید. باشه. همه تون رو میدن، فقط علی رو نمیدن. تلویزیون چیه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. از علیکو خونه داره مشقشو می نویسه. می دونست که راهش نمیدم نیومده. خب اب نداره. بفرمه. خب
فروتن عزیز، توی سالهای کاری که انجام دادین، کارهایی که حالا سلطان شبانه یه اشاره بهش کرد، چه کارهای دیگه بود که واقعا لذت بردین از ساختش و خودتون حالتون خوب بود تو اون کار؟ ببین حسین رفیعی، کارت دوست داشته باشی با هر کاری حالت خوبه، ولی بعضی از کارها خیلی حالتو بهتر. خود سلطان شبان از اون کارهایی بود که حال همه خوب بود. اتفاقا نه، دوستش نداشت. سختی بود. چرا؟ خب یعنی حالت سختی بود، با درگیر بودیم با تایی کننده، با حتی گاهی با کارگردان، یعنی یه مشکلاتی پیش می اومد از این حرفا. بازیگرا قدری داشتین، همه درجه یک بودن. آره همونا مثلا یه اومدن گفتن که این امشب همشون باید برن تهران چون فردا بازی دارن، ما باید تا صبح کار کنیم، اینا فردا بازی دارن باید برن. پشت صحنه که نبودی ببینی، که یا بودی ببینی که داری آماده اومدی از سر کار درست کار کردی، ولی مثلا چهار تا با دیگر اومدن خان اعظم و فلان مهمان اومدن و اینا امشب باید بازی کنن چه فردا میخوان برن بازی اجرا دارن، باید با شب تا صبح کار کنی. خب تو باید صبح تا شب کار کردی، چه با شب تا صبح کار کنی؟ بله خب خروجیش و اینکه اون خب زمان خروجی دیگه. ببین مثلا ما یه بازیگر معروفی داشتیم، خانم جمیله شیخی، خدا رحمتش کنه. ببین این پشت صحنه به خاطر از متعدی خودش داشت و اعتقادی به کارش داشت، گاهی ممکن بود مثلا واسه اذیت چیز بشه. آقا من اینجا وایساده بودم، به من باید همینجا چیز بدین. ولی وقتی که کار میگرفتیم، ببین بی‌نظیر خودش بود، یعنی عین اون کاراکتری بود که داشت کار میکرد. کوتاه سخن کنیم و به کار خود بپردازیم. در خدمتگزاری حاضریم ای سلطان عظیم الشأن جنت مکان خرداشیان. خرابی ها را آباد کنیم، گناهکاران را مجازات کنیم، بیگناهان را آزاد کنیم. امر شما. آیا فروتن تا حالا شده کاری از تلویزیون یا در سینما حالا یا یه جایی ببینه و بعد بگه ای کاش که این متن و این گروه بازیگر رو من رهبری میکردم و کارگردانش میبودم؟ ببین سینما نه، من یه تلویزیونیم، فرزند خلف تلویزیون. آره من فرزند خلف تلویزیونم، هنوز هم من تلویزیون که میرم خونه قد منه. شناسی شما چقدر جذاب، چقدر تلویزیون به من کار یاد داد، به من نوع زندگی یاد داد و زندگی که ساعت نداشت. ما میدونی نمیدونستیم صبح میایم بعد از چه ساعتی ما هم کار کرد. آره آره دیدی که اصلا چیز نداشتیم. یه فروتن شما وقتی که جلوی مونیتور یعنی اون نمایشگر اتاق فرمان یا واید سیار نشستین، در قالب یک عکاس هستین، چون خیلی ها میگن که این دوربین نیست که عکس میگیره، این نگاه اون شخصی که دوربین دستشه. شما هستی که تصویر بردار راهنمایی میکنی و اعلام میکنی و خیلی جاها خوشونت گفته بله دیدی که بعد بسته باشه چرا ازم کرد یقب؟ آره کی گفت دست بزنی به شاتت؟ این علاقه مندی شما و عکاسی در زندگی عادیتون هم هست؟ یعنی عکسو دوست دارین، عکاسی میکنید، قاب عکسو؟ ببین الان چون به نقاشی که میدونم خیلی علاقه مندی. آره من نقاش خوبی نشدم. من معتقدم یه کارگردان، چه کارگردان سینما چه کارگردان تلویزیون، باید همه هنرها رو بدونه، یعنی باید گیریمو بشناسه، عکس خوب رو بشناسه، به تو تشخیص بده آقا این پلان غلطه الان گرفتی. حسین رفیعی هنوز وقتی که کار دارم تعب میکنم، ای جان، یعنی استراب این کاری که میخوام دوربین دوربین بشینم منو میگیره و من بغض میکنم، تعب میکنم و آرزو میکنم که تبم بگذره تا طول بعد تب مزاحم کارم نشه. و من اصلا نمیدونم، یادم میاد که ببخشید سر یه کاری مراتب میتونم در چه میمادم تو آقا یه هنرمند تایید کننده من بود، گفتش آخر در چه بوره میخوام شروع کنم بکنم. یعنی این اضطراب همجوری هست و دوست دارم، یعنی زمانی اگر بخوام کار کنم اضطراب نداشته باشم خب پایین کارم. فکر نمی کنم مگه همینجوری بلدم هنرمندم که تماشاگر معمولی هستم، من چیکار میخوام بکنم؟ نه، برای تک تکشون من احترام قائلم، برای تک تکشون من برنامه زنده تلویزیون داشتم، با دوربین حرف می‌زدم، فکر می‌کردم ببین چند نفر دارن می‌بیننت، پس لبخند بزن، پس خوب باش، پس چون مردم روی خوش تو رو می‌خوان، می‌دونید. یه سوال داریم برای بیننده‌های عزیزمون، برای ما بگه بهترین عکسی که انداختین یا ازتون انداختن یا دیدین نمی‌دونم چی بوده، چطوری بوده، برای ما توضیح بدین از طریق پیام رسان بله که برای ما ارسال میکنه، تا اگه عکس هم تونستین برام بفرستین و 3204 هم که از طریق پیامک بنویسین، عکس مثلا خانوادگی بوده،
فلان مسافرت بوده، همیشه از این عکس‌ها هست دیگه. بله. برای ما ارسال کنید که خیلی هم خوشحال میشیم. آقا یه افتخاری به من میدین، یعنی برای من که خیلی افتخار بزرگه. یه بخش رو می‌خوایم با هم دیگه بازی کنیم. فعل بدار. شما نقش یک نقاش خیلی بزرگ و ماهری رو دارین که کارگری دارین که تو خونه کار میکنه براتون. من صفت چی خونم؟ بعد من اومدم مثلا خوشخدمتی کنم در مقابل شما، یکی از آثار ارزشمند شما رو با اسید شستم. بخوای شما من صدا کنی خودم بیام. اسم چیه تو کار؟ اسممو بذاری بوشنگ. بوشنگ. بوشنگ خوبه. بله. حالا اگه دوست داشته باشی مثلا دکور هم میتونید استفاده کنید هر جوری که دوست. برای من کارگردانی نکن. کلاه میخوای بهتون بدم؟ اون بالایی. آها این آره. جفتشو میارم ببین کدومه دوست داری. معمولا کله من گنده است، هیچ کره اندازه من نمیشه. خیلی بهتون میاد. برو. خیلی عالی شدی. آی خدا. هوشنگ. جالب آقا. ببینم. بله آقا. کی به تو اجازه داد این تابلوی منو دست بدنی؟ وای این حرفا چی آقا، من براتون شستم تمیزش کردم از این جوهرنمک مالیدم روش. اتفاقا چه اجازه گرفتی تو؟ میدونی من چی کارم؟ آقا شما نقاشی دیگه. نقاشم، نقاشی میکشم، نقاشی رو با اسید پاک میکنم. من یه دعایی داریم اونم نقاشه، نقاش ساختمون انقدر کارش تمیزه، بعضی وقتا که دیوار کثیف میشه همین من چیز میمالم، اسید میمالم، این جوهرنمک میزنم ترتمیز میشه. من این تابلوی که چیز بود رو به دیوار بود، به دیوار زده بودم که نشون بدم که چه تابلو خوشگلیه. دیوار که نبود که. آقا بی ادبی جسارت نباشه دیگه. شما این کفتر رو ول کردید تو خونه، بعد رفتون بالا چغله انداخته بود این کفتر زدم خراب شد. در هم حق زندگی داره تو این خونه. گنجش هم حق زندگی، گربه هم گربه حق زندگی داره. کثیف بود آقا، من کثیف بود. بپرس هر چی رو می‌خوای تمیز کنی با اسید از من بپرس آقا این کارو بکنم یا نه. الان این بد شد آقا. خیلی کثافت دیدی به تابلو. این تابلو الان میلیونی قیمتش بودم، دوزارم نمیخرم. من دلم شکست. اما دو مرتبه اینو از اول پاک کنم بشینم بکشم. من اجازه میدی خودم همون کاری که کردم بشینم خودم با نقاشی درستش کنم؟ من نقاشیم خوبه. من کلاس پنجم که بودم تو مسابقات نقاشی روزنامه دیواری شرکت کردم. از روی الگو میکشیدی؟ این دفعه نقاشی بود که من تو مدرسه خنده داره. تابلو من خراب کردی میخندی؟ برو جلوش من نباش دیگه. برو گمشو. چای بیارم براتون؟ نه خیر برو آقا. آقا من اجازه دارم. برو. یکی به خدا. بریم سراغ بخشی که من سوالات کوتاه میپرسم و شما هم لطف میکنید کوتاه پاسخ. بله. بهترین تهیه کننده ای که باهاش کار کردی؟ حامد عنقا. بهترین بازیگری که براتون بازی کرده؟ فریمای پرچمی. خدا رحمتشون کنه، یادشون گرد. بهترین فیلم کمدی نگاه شما؟ ببین من کار کمدی رو، کمدی در اتفاق رو دوست دارم. کمدی ادا در آوردن رو دوست ندارم. سینما یا تلویزیون؟ تلویزیون. تلویزیون. بهترین بازیگر زن ایران؟ همه خانوما. همه خانوما. همه خانوما. بهترین کارگردان ایران؟ دیگه چیز نکنیم. دیگه هر کدوم دوست دارم. نه میتونم، خیلی دوست دارم. من از خیلی فرهادی بگیر تا سروش تهران. نه برقرار با همه این دوستان دوست هستیم. همه دوستیم. آره. اگه کارگردان تلویزیون نمیشدین چیکار میکردی؟ تو همین جا یه کاری میشدم، یا بازیگر میشدم، یا نویسنده میشدم. این ماجرا داره. باید یه برنامه که من دعوت کنیم ماجراها براتون تعریف کنم که چطور شد من هنرمند نشدم. بهترین بازیگر مرد چی؟ خیلی خوبن. همه خوبن. بعد نمیگی چون. سخت ترین سکانسی که ساختین؟ تو وقتی کارتو دوست داشته باشی، کار سختم، لحظات سختم بهت مزه میده و لذت میبری و میمونی. من به هر حدود 40 سال تلتئاتر کار کردم. هر کدومش برام یه اتفاقه. بهترین تصمیم هنری؟ اتفاقاتی که برام افتاد. من از پشت دوربین اومدم جلوی دوربین و خوشبختانه مطرح شدم. بهترین بخش از زندگیتون؟ امروز، همین حالا. عزیزم اگر این فرصت رو به شما بدن که یک بازیگر فقیدی که بازیگری که خیلی حالا کارش درست بوده و الان در بین ما نیست، این اختیار رو با این قدرت ها فرض محال که محالی بتونی برگردونی، بین اینایی که از بین ما رفتن کیو برمیگردوندی؟ ببین فریمای فرجامی برای حیف شد. خیلی بازیگر، خیلی حیف شد. من باش کار کردم و باهاش کاره، چون ما رفاقتمون از دانشکده با هم بودیم قبل از انقلاب. من فروغم.
زن برادرتون که این قارت شده ها اسباب اساسی همو بردن، خودم این وسط گیج موندم. گفته بودم ببرم طبقه بالا اتاق حسام. تنبل خان خواب مونده یا یادش رفته من میام با زن دومش خلوت کرده؟ زن دوم؟ شاید هم اول. نقاشیاش بالاخره بعد از این همه سال نفهمیدم با کی عروسی کرده، با من یا با رنگ و قلمون. شما گفتین که خیلی فوتبال رو دوست دارید. نه الان دیگه اصلا گرفتارم. میشه من دیدم دهانی میشه بشه بازی تماشا کنم. راست میگی طرفدار تیمی هم هستین؟ نه بازی خوبو نگاه میکنم. الان مثلا بگم پرسپولیس استقلال. نه من استقلالی ام. میگه ده طرفدار ولی استقلالی ام. ولی من که من مثلا یک دوستای خوبم هادی طباطبایی دروازه‌بان سال پیش استقلال با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم مثلا. بعد مثلا شده یه وقتی بازی مثلا پرسپولیس استقلال رو با دوستان ببینی بعد کری هم بخوری برای کسی؟ اهل این کارا نیستی. ولی اگه کسی کری بخوره قطعا جوابشو میدی. ببین آره به خصوص گاهی تو بازی شطرنج دیدی کری میخونم برای هم دیگه یا تخت نرد. من مخالف کری خوندنم. بشه تماشا تو بکن دیگه، چرا شعار میده دیگه میدونی. و خب ببین من میگم استقلالیم ولی نمیتونم از علی دایی راحت بگذرم، نمیتونم از عابدزاده بگذرم، نمیتونم اون داره نبینم. تیم هستیم ولی فوتبالیستای کشورتون آره دوسته. به هر حال ببین علی دایی سمبل فوتبال ایران در دنیاست. نه اینکه بگم نه من پرسپولیس. ولی خب به هر حال تیم منتخبتون تیم آره. خب آقای فوتن. بعد بشناسم اینا رو؟ میشناسین؟ کار کردین باهاشون. من میخوام در مورد هر کدوم امیدوارم یادم بیاد اسمشون. نه حتما میشناسین. در مورد هر کدومشون یک جمله بگین خیلی کوتاه و سریع که بتونیم به بقیه هم برسیم. باش. آخ علی حاتمی شاعر سینما. شاعر سینما چقدر جذاب. آقای انتظامی یعنی مجید فرزند خلف استاد انتظامیه. جوانی هادی مرزبان الان اصلا ریختی نیست. نه یادم میاد که سال 59 تازه در انگلیس اومده بود یک کاری به اسم طالب میخواست کار کنه و اون به من تلفن کرد دلش میخواد با من کار بکنه و خاطرات خیلی خوبی چه تو کار چه زندگی خصوصی با هم داریم. انسان بسیار هنرمند. ناصر چشم‌آذر یکی از استعدادهایی که شاید قدرش رو ندونستن ولی خیلی خوب بود. آقای فروتن یه بخشی ما داریم اینجا استودیوی خاص ما رو داریم می‌بینین دیگه، دلم میخواد که این بخش با دست مبارک شما در به اون بخش باز بشه و ما وارد اون منطقه بشیم و بریم اون بخش رو اجرا کنیم. یه دستگیره اون روبرو هست اگر که اشکالی نداشته باشه. من همون دستگیره سمت چپی روبرو. یعنی سه تا دستگیره هست؟ من روبروی روبروتونه. بله دقیقاً همون. اتفاقی نمیفته؟ نه نه. منفجر نمیشه یو. شما چه شمایی اگر مثلا یه همچین کاری؟ بشمارین. 3 2 1 وح وح بفرمایید. سسمی باز شد. اینور آقای فروتن. ما یه استدیوی مخفی اینجا داریم. نه نگاه این ماشین حسابه. زونکنهای قدیمی. و اینجا استودیوی مخفی ما. خب آقای فروتن عزیز توی این بخش توی نمایشگر ما یه سری عکس پخش میشه، میخوایم ببینیم که این عکس ها رو میدونید که کی هستن، نام شخصیت ما بگی. البته این دوستان ما خیلی بیمارن، رفتن یه سری عکس پیدا کردن که خود اون طرف هم ببینه متوجه میشه. نمیگه این منم هم میدونی. ببینیم کدوم. من خودم هم با شما اولین بار دارم میبینم. یا این نقاشی بود چارلز دیکنز باشه، نویسنده معروف انگلیسی که ما دروغ چرا من نمیدونم. بله درود بر شما. دیگه شما چیزی هست ندونی؟ چارلز دیکنز. این که ارسته میگه این نازنین خودمونه. درود بر شما. بریم بعدی. با اسلحه عالی. این عکس بود. شبیه نمیدونم. همینگوینی؟ همینگوی قبلی نبود؟ نه نه هوگو، ویکتور هوگو. ویکتور هوگو گفتم شاید پیری های اونه. نویسنده بی نوایان. درسته؟ بله. این سرگشتگی چشما با اون حالت گوشا میگه که من کافکا هستم. کافکا. بله بله
درود بر شما. این که دیگه این گروه موسیقیه، من نمیدونم چون گروه موسیقی رو من فقط بیتل ها یادمه. مال نسل شما، مال ما پینک فلوید بود. آه پینک فلویدن، پس ما بیتل ها یادمون. آره بله درسته، شما دوتا امتیاز آوردین. نه خب آخه دیگه مال نسل ما بود. این کیه؟ این انگلیسی مارک توین. آره آره، اون ابروهاشو نگاه کنی، تند عجیبی تو هم گفتارش بود هم توی قیافش. ببینی؟ درود بر شما، درود بر شما. این شبیه میتونه بعدن شبیه اکبر عبدی بشه. نه بازی که تناز شما میشناسید نیستش. نه این کارهای زیادی بازی کرده و صورت این عکس جوانتریه، چشماش یه ذره به وودی آلن که به وودی آلن. وودی آلن عالی، مثل همیشه درجه یک، فوق‌العاده لذت بردم. خب بله، برنامه ما اسمش مدار بسته است و شما سالهاست با دوربین کار کردین و افراد جلوی دوربین دیدین، گهگاهی تو اتاق فرمان توی رژی که نشستین، شما دارین رفتارهای آدم ها رو میبینی و خیلی هاشون متوجه نیستن که شما دارین میبینی چی کار میکنن. اگر فرض بکنیم که این دوربین مدار بسته در تمام طول زندگی همه جا همراه ما هست، باعث میشه که ما معذب باشیم یا رفتار رو درست انجام بدیم؟ نه، باعث میشه معذب باشیم. تو فکر کن داره همینی که بهت نگاه میکنه، راه رفتن یادت میره. ما که جوان تر بودیم هم دونی اصلا نه اینکه حس کنیم یکی داره ما رو نگاه میکنه، یکی داره مراد ماست میکشه، یکی داره ما رو بررسی میکنه، باعث میشه که یادمون بره راه بریم، یادمون بره زندگی بکنیم. یعنی و هی باید به اون فکر کنیم که چیکار کنیم که اون خوشش بیاد. نه راحت باش، زندگی خودت انجام بده. یعنی اون دوربین مدار بسته خیلی تو زندگی شما تاثیر نداره؟ چون مهم اینه که خودت میدونی چیکار داره میکنه دیگه. میدونی وقتی که تو آینه نگاه میکنی به خودت و سربلندی و کار خلافی نکردی، دوربین مدار بسته میخواد چیکار کنه؟ درود بر شما. اجازه میدین عکس یادگاری بندازیم توی موزه برنامه ما؟ بله. عکس شما رو داشته باشیم؟ تشریف بیارین اینجا استاد من. اینجا در کنار من اگر باشین. من فکر کردم اونجا باید عکس نه اینجا میندازیم و بعد اونجا قاب میشه و فکر که من بهتر بیافتم. حتما بهتر میافتیم. اصلا کنار شما آدم بهتر میافته. قربونتون برم. خیلی بزرگواری کردی آقای فروتن. متشکرم که من دعوت کردین. خوشحالم کنارتون بودم. خوشحالم که جلوی دوربین بچه ها بودم. جوانایی که امید آینده تصویری ما هستن. من تو جلوی در مدرقتون میکنم. عزیز من بفرمایید. یه تشکر می‌خواستم بکنم از شما بینندگان بزرگوار گرامی، اونایی که همیشه ما همواره پیگیر برنامه مدار بسته بودیم، کلی انرژی به ما دادید از طرق مختلف، ولی ما الان یه راه ساده‌تر می‌خوایم به شما معرفی کنیم که اگه پیشنهادی یا انتقادی دارین به ما منتقل کنید، اونم از طریق 30204 یا از طریق مدار بسته آندرلاین ادمین توی پیام‌رسان. بله میتونید نظراتتون و پیشنهاداتتون رو به ما بگین، خیلی به ما کمک می‌کنه.